کلانتری اومدن، با آقای باریش کار دارن. از کلانتری اومدن. شنیدم. سلام. صبح بخیر. من باریش حاکمنم. با من کار داشتین؟ برای بازجوی کوچیک ازتون خواهش میکنم با ما تا کلانتری تشریف بیارین. در مورد چیه؟ کدوم پرونده؟ در مورد پرونده بوراک. ای بابا، آخه چه ربطی به باریش داره؟ من در جریان نیستم خانوم. ایشون تازه از خارج از کشور رسیدن، تو جلسه مهمی بودن. شما تشریف ببرین. خودشون امروز اشکالی نداره، الان میرم. زود برمیگردم که کارا رو با هم دیگه سر و سامون بدیم. زشته تا دم در اومدن نرم بهشون برمیخوره. من به آقای ایلهان زنگ میزنم. فکر نمی کنم به وکیل احتیاجی باشه، نه؟ نمیدونم. تو شرکت میبینمت. خدافظ عزیزم. باریش چی شده؟ چیزی نشده، آروم باش. چی میخواستی باشه؟ برگشتم صحبت میکنیم. من میرم شرکت. باشه، اونجا میبینمت. میشه لپتاپمو از سوی اتاق کارم بیارید؟ باشه، الان میارم. ممنونم. بفرمایید. الو ایلهان، ایلهان، باریشو بردن کلانتری، فوری برو اونجا. آره، موقع بازجوییم کنارش باش. باشه؟ آره، فوراً. منم در جریان بگذار. باشه؟ خیلی خوب، ممنونم. فعلا خداحافظ. چرا فقط از باریش بازجویی میکنن؟ قبل از تصادف آخرین کسی که بوراکو دیده باریشه. یه قرار کاری با هم داشتن، احتمالاً به خاطر اون باریشو خواستن. زندگی همیشه بر وفق مراد نیست، اینو خودت هم میدونی. خیلی موقعا به خاطر کوچکترین چیزا ممکنه استرس و نگرانی پیش بیاد. از امروز به بعدم تو هم باید حواستو بیشتر جمع کنی. تو هر شرایطی باید در کنار باریش باشی، باید همیشه ازش حمایت کنی. مگه باریش به این چیزا احتیاج داره؟ نه، ولی فکر میکنم درستش اینه. دو نفر که همدیگر رو دوست دارن تو هر شرایطی کنار همن. مطمئنم تو هم از امروز به بعد بیشتر از این کنار باریش خواهی بود. خانم، چیزی میل دارین براتون بیارم؟ نه مرسی. اینا کی بودن؟ انگار از کلانتری اومده بودن. ابر خانوم، مگه بهتون نگفتم مجله رو به ترتیب بچینین اینجا؟
بفرمایین، دفترم پر شده، جا ندارم. حالا اینو کجا بچسبونم؟ من مجلشم که گم کردم. نه، بهتر اصلا نچسبونمش. آخه این زنم که اینجاست، میبینی؟ اگه ببرمش نصف جمره همونطوری میره. وای خوربونت بره مادرم، نگاش کن تو رو خدا چقدر لباسش قشنگه، مثلا جست گرفته واسه من. وای خوربونت بره مادر، خوشگله مادر. یه دقیقه بیان اینجا نگاش کنی، بیا اینو ببین تو رو خدا، یه ذره قیافشو نگاه کن تو رو خدا. وای خیلی قشنگه. وای لباسشه. آره دخترم، همه چیزی که با پول نمیشه حل کرد، باید استایل و جاذبه داشته باشی، با پول که نمیشه خرید. وای استاتوس جمره توی اینترنته. چی؟ آخه عزیزم، آخه ببین چی نوشته. اوه استاتوس گذاشته؟ بخون ببینم چی نوشته. نخون نخون، نمیخوام بخونی. چیز خوبی نوشته آبجی، این اتفاق باید یه راز بمونه، دلم خوشه به همین معجزه، خیلی خوشحالم عزیزم، خیلی خوشحالم. وای چقدر رمانتیک. معلومه خیلی با باریش خوشبخته که این متن رو نوشته. وای خدا رو شکر. آبجی حتما این به تو روزنامه هم می‌نویسن. راست میگی؟ آره استاتوسای معروفا رو می‌نویسن دیگه. زیرش چی نوشته؟ بیا پایین ببینم. قصه شاه پریون ادامه داره، جمره حاکمن خوشحالیشو با همه تقسیم کرد. چی شد گلتن خانم؟ آخه احمق دیگه این دختر من، آخه چه لزومی داره؟ چه لزومی داشت؟ چیز بدی ننوشته که، عاشق شوهرشه عزیزم. خب به مردم چه رفتی داره؟ چرا باید به اشتراک بذاره؟ چرا باید همه رو در جریان بذاره؟ آخه لزومی نداره. استاتوس گذاشته ولی بعدش پاکش کرده، ولی انگار قبلا یکی کپی کرده. زود باشین ببینم، زود باشین بریم به کارتون برسیم. دختر نشنیدی چی میگم؟ بذار اونو زمین، برو دیگه. الله اکبر، الان مشتری میاد اینا نشستنم اینجوری. تو جلسم. آی بگم، منم باور کردم. صبح بخیر. صبح پیغامتون رو گرفتم، معذرت میخوام، یکم ترافیک بود، دیر کردم. مهم نیست، خواستم قبل از جلسه با هم یه نگاهی به قرارداد بندازیم. حد زدم، بفرمایید. نه امروز اصلا وقت ندارم، سه چهار تا جلسه دارم. نه نه نه، نگران نباشید، امروز خانم امروز فردا چک خیریه رو براتون میفرسته. باشه باشه، منم باش صحبت میکنم. باشه، زنده باشه. تو این گیردار هر کی به فکر خودشه. چی کار میکنی مامان؟ مامان دارم جمع و جور میکنم. آره دیدم. چرا؟ چراش خودت میدونی، لابد داری میری سر کار. بیا با هم دیگه خدافزی کنیم، شاید ندیدمت پسرم. مواظب خودت مامان. چی میگی؟ تو رو خدا اذیت نکن دیگه. کجا میخوای بری؟ نمیدونم، چند روز میرم پیش خالت، بعدش هم یه خاکی میریزم تو سرم، یه جا واسه موندن پیدا میکنم. آره تو نگرانم نباش پسرم، هرچی باشه اتفاقی واسم نمیفته، قیامتم بشه خودمو نجات میدم. مادر من چی میگه؟ اول صبحی اعصاب آدمو به هم نریز دیگه، این چه کاریه؟ جمع کن ببینم اینا رو. نمیخوام آرامش کسی رو به هم بزنم، میرم که همه خیالشون راحت بشه. ببین به حد کافی دردسر داریم، تو هم اذیت نکن تو رو خدا، جمع کن اینا رو. بفرما، الانم گفتی من همش اذیت میکنم. ای داده بیداد مامان جون، ناراحتم نکن، همه ازم بدشون میاد. دارم ناراحت میشم. تو
منو ناراحت کردی پسرم. این منم که ناراحتم، اون که دختر مردمه، اون یکی هم که مامانشه. کاری با حرف اونا ندارم، اما تو دلمو شکستی. باشه معذرت میخوام. تازه برگشتی تو روم گفتی که منفعت طلبم. اون زنم شنید، آب شدم از خجالتم. من چه زحمتایی که برات نکشیدم، با جون و دل بزرگت کردم، به جایی رسوندمت که جلوی اونا منو تحقیر میکنی. باشه ماما، معذرت خواهی کردم دیگه. ببین همه خانواده شرایط بدی رو داریم میگذرونیم، خواهش میکنم شرایط رو بدتر نکن. باشه؟ باشه، اما بدون که به خاطر تو کوتاه اومدم، نه به خاطر خودم، فقط واسه این که حمایتت کنم اینجا. تو هم مثل اونا مامانتو کوچیک نکن، از خدمت کار گرفته تا اونا با من بد رفتار نکن. فقط واسه این که تو ناراحت نشی جوابشونو نمیدم، تو هم با من خوب رفتار کن. باشه باشه، قول میدم. چشم. خیلی خوب. ببین واسه آخرین بار میگم گنه، اگه کوچکترین توهینی ببینم این دفعه دیگه با نمیستم پسرم، میرم. مادر من باشه، نگران نباش دیگه، الان من کار دارم باید برم. نگران تو هم، بذار این وسایلو بذارم سر جاش، بذار اینا رو جمع جور کنم، اینجوری خیالم راحت تر میشه. باشه پسرم، تو بارو به کارت برس. برو قربونت برم. زود باش، اینا رو بذار سر جاش. باشه پسرم، نگران نباش، برو. خدا به همراهت. این لیستی که اینجاست لیست مخارجه. مخارج چی؟ مخارج زمینا، سوله ها با هزینه های راه اندازی. آها. این مبلغ چیه؟ اونا مخارج داخلی هن، حقوق کارمندا و هزینه ها و حمل و نقل و مالیات سال پیش و هزینه های مرتبط با شرکت، که البته اینجا ریز به ریز توضیح داده شدن. وایسا ببینم. دنبال چی هستین؟ هزینه ها رو چطوری تقسیم بندی کردیش؟ بذاریم واضح تر بهتون توضیح بدم. تو سال جاری شرکت ما تمام هزینه ها... سلام عرض شد. باشه فعلا برو، بعد هم صحبت میکنیم. صبح بخیر. صبح تو هم بخیر. مامانم اومده؟ هنوز تشریف نیاوردن. میخواین تماس بگیرم؟ نه منتظرش میمونم. صبح بخیر. صبح بخیر. باریشو بردن کلانتری، گفتن در مورد پرونده بوراک چاتالجالیه. حالا چی کار کنم؟ تعجب نکردی؟ نکنه چیزی میدونی؟ مثلا چی؟ فکر کنم این وسط یه خبرایی هست. صبح حرفای باریش و ابرو خانومو شنیدم، کامل نشنیدم ولی اسم تو هم آوردن. میگفتن کوزه سر در نمیاره و هنوز وقت نکرده با بوراک حرف بزنه و از این حرفا. من میگم یه کاسه زیر نیم کاسه از تو دردسر نیفتی یه وقت. خودشم تو دردسر میافتن. مادر و پسر شرکت رو خالی کردن، الانم ترسشون اینه که لو برن. یعنی چی؟ بی خیال بابا، تو کاریت نباشه.
چیزه، حرفم تا نوک زبونم میاد ولی سکوت میکنم. یکی شوهرته، اون یکیشم مادر شوهرته. درست نیست پشت سرشون صحبت کنیم، بده، خوبیت نداره. یعنی چی شرکتو خالی کردن؟ نمیفهمم. تو چیزی میدونی؟ خب اگه چیزی میدونی به منم بگو دیگه. من چیزی نمیدونم، هنوز از چیزی مطمئن نیستم. راستشو بخوای سر از کار شرکت در نمیارم، وگرنه میفهمیدم کجای کار میلنگه. حیف بلد نیستم، الکی به این کاغذ مغازان نگاه میکنم، سر در نمیارم که. خودمو مشغول اینا کردم، واقعا هیچ کدومشو نمیفهمم، حتی یک کلمش نمیدونم کجا به کار میرم. سر از هیچ کدومش در نمیارم. نمودار نگاه کن، سهام بورس، این چیزا مگه من حالیم میشه؟ این کتاب بیزینس هم به دردم نمیخوره، تا معنی یه چیزو پیدا کنم پدرم در میاد، حالم گرفته میشه، باورت نمیشه. میدونم، ولی بازم تمام سعیمو دارم میکنم، امیدوارم بتونم موفق بشم. راست میگی، یه خبرایی هست، ولی اینا خوب بلدن چی کار کنن که بوش در نیاد. خیلی در تلاشن، میبینم. آره منم میدونم، واسه همین میخوام هرچه زودتر یه سرنخ پیدا کنم، ولی نمیشه دیگه، وقت میبره، باید تتوشو در بیارم دیگه. شاید من بتونم یه سرنخی پیدا کنم، نمیدونم. نه جمره جون، تو دخالت نکن، نمیخوام تو کمک کنی، یه وقت به دردت میخوره. موضوع ربطی به تو نداره، نمیخوام تو با اینو طرف بشی. ولی تنهایی کاری نمیتونی بکنی. آره هنوز چیزی معلوم نیست، هنوز چیزی نمیدونیم، ولی براک مرخص بشه، یعنی حالش که بهتر شد رو پاش وایسه، باید رو در رو باش حرف بزنم، ببینم حرفش چیه، بعدش میفهمیم قضیه از چه قراره. فعلا نمیتونیم کاری بکنیم که. دیشب تو پشت بوم ساکت. آخه میخوام در موردش باهات صحبت کنم، نمیشه؟ لطفاً کوزهی، میدونم چی میخوای بگی ولی نگو. ازت خواهش میکنم حرف دیشب و دیگه نزن. جمره؟ سلام. چطوری؟ خوبم. حالت چطوره؟ بد نیستم. خوشحالم اینجا میبینمت. بازم باید هر روز منو اینجا ببینید. آره شنیدم، تو شرکت تغییراتی شده. آره. بیا یه قهوه بخوریم صحبت کنیم. باشه بریم. فعلا خداحافظ. الو، شنیدم باریشو بردن بازجویی. آره بلد نیستی سلام بدی پسر. اول سلام بعدن حرف بزن. خیلی خوب سلام. آفرین، حالا بگو چی کار داری؟ باریشو گفتم، شنیدم بردنش واسه بازجویی. مرسی پیگیر حرفام شدی. من کاری نکردم. یعنی تو آمارشو ندادی کلان؟ نه فیلم بازی نکن کمیسر یه قرونی، بچه که گیر نیوردی. راستشو بگو. جدی گفتم تکین اخلوی دوزاری، آمار ایشگیرم ندادم. باشه باشه، تو راست میگی. ببین هرچی تو میدونی منم همونو میدونم. حالا وقتم رو نگیر الکی، کار دارم، دستم بنده الان. باشه به کارت برس. بعد از زنگ میزنم. من قرار کاری داشتم، براک اومده بود پیشم. از اومدنش خبر داشتی؟ نه، یه سوال براش پیش اومده بود، چون فهمیده بود نرفتم قطر، اومد که ازم بپرسه. در مورد چی؟ در مورد کار. البته نمیدونم توی روزنامه خوندین یا نه، ولی این روزا خیلی درگیر کاریم، خیلی داریم بدو بدو میکنم. آخر جناب باریش، گفتم شاید با هم مشکل داریم. نه ما توی شرکتمون اصلا با کسی مشکلی نداریم. براک چتالجری نگفت که از پیش شما کجا میخواد بره آقای باریش؟ نه به من نگفت، حتی نمیدونم توی هتل موند یا اینکه رفتش بیرون. کی از تصادف مطلع شدین؟ تو قطر وقتی مادرم تماس گرفت فهمیدم، ولی قبلش صبح توی راه فرودگاه اتفاقی محل حادثه رو دیدم. راستش یه درصدم احتمال نمیدادم، وگرنه پیاده میشدم و کمکش میکردم.
من نه از اسلحه خبر دارم نه از مشکوک بودن تصادف. فعلا دارن بررسی میکنن، هنوز چیزی قطعی نشده. خب این چه ربطی به باریش داره؟ اونو چرا بردن؟ چون باریش آخرین کسیه که بوراکو دیده. کی؟ جمره، من تنهایی رفتم قطر، باریش یه روز بعد من اومد. شما سر شب تو هتل بودین؟ نه، تو یه جایی خیلی نزدیک هتل جلسه داشتم. اصلا به خاطر همین اون هتل رو انتخاب کرده بودم. این طرفای عصر رفتم جلسه، بعدم برگشتم هتل. یعنی سفر قطرتون رو به همین علت به تاخیر انداختین؟ بله. حتی خواهرتون هم در جریان تغییر تاریخ سفرتون نبودن، همچنین همسرتون. آقای باریش متهم به جرمی شدن که ما خبر نداریم؟ نه خیر، فقط از روی کنجکاوی پرسیدم. آخه من احساس کردم یه جورایی دارین ازشون بازجویی میکنین. نه، اشتباه متوجه شدین. چون تا حکم دادگاه نداشته باشین اجازه بازجویی از آقای باریش رو ندارین. از نظر من مشکلی نداره. آقای باریش، هر سوالی رو نباید جواب بدین. میدونم، ولی جواب میدم. چرا نباید جواب بدم؟ مگه کاری کردم؟ به خاطر اصرار صاحب یه شرکت خارجی که از مشتریامون بود، مجبور شدم که سفرمو کنسل بکنم. این دیدارم خیلی مخفی نبود، فقط از قبل برنامه‌ریزی نکرده بودم. میتونم اسم اون شخصو بدونم؟ نه خیر، چون ایشون هیچ ربطی به این قضیه نداره. باشه. من سوالم همینا بودن. شما چیز دیگه ای نمیخواین اضافه کنی؟ نه. کارت که تموم شد بده آقایونم بخونم، باشه؟ رو چشم کمیسر. شما هم بعد این که امضاش کردین میتونین برین. باشه. تا مدرکی نداشته باشیم نمیتونیم کارش کنیم. که اینطور، پس باید منتظر به هوش اومدن بوراک چاتال جلی بشیم. آره، یعنی تا وقتی اون نگه از باریش حاکمن شکایت داره دست و پامون بسته. ونوس باید بره دادگاه و قضیه رو شخصا پیگیری کنه. باید قضیه کارو برداری و مطرح کنه. آره میدونم میدونم، ولی ونوس قبول نمیکنه. تا فهمید اسلحه تو ماشین بوراک بوده ترسید، از این میترسه که نکنه به اونم دروغ گفته باشه. البته حقم داره. خب همه احتمالاتو باید در نظر بگیریم. انجلس، خیلی ممنونم. روز خوش. خدا نگهدار. خدا نگهدار. خدا نگهدار. رفتن. باشه باشه، فعلا خداحافظ، میبینمت. باشه، خداحافظ. خیلی خوب، بعدم میبینمت. میری شرکت؟ نه، خونه میرم یکم بخوابم. باش، خیلی خسته. باشه، قبل جلسه فردا خوب استراحت کنید. خدا نگهدار. خدا نگهدار. قرارداد رو امضا کردین؟ نه، نه استیو اومده، نه میلدا، هیچ کدومشون. مجبور شدم با یه سری آدمه به درد نخور صبحانه بخورم. باورم نمیشه. اینا ما رو دست انداختن باریش. مگه میشه؟ خودشون قرار صبحونه رو گذاشته بودن که. هر چه زودتر با این زن صحبت کن، با این کارشون به همون توهین کردن. خیلی خوب، باشه، زنگ میزنم. بگو ببینم اون موضوع رو چی کار کردی، تعریف کن. چیزی نیست، سوال جواب کردن، چیز مهمی نیست. تا بوراک به هوش نیومده باید این قضیه رو فیصلش بدیم. حلش کن خودت بهتر. باشه باشه، خیالت راحت.
بانو چه خبره؟ باید به هم بگی اینجا چه خبره مامان. تو حالت خوبه؟ چی کار میکردی؟ مامان هرچه زودتر به هم بگو اینجا چه خبره. باشه آروم باش، الان توضیح میدم. وسط یه جلسه مهمی ما آقای باریش بعدن تماس بگیریم. یه لحظه ببخشید ملا خانم، چه خبر شده؟ چرا کسی سر جلسه نرفته؟ من الان نمیتونم صحبت کنم، تماس میگیرم. شرکت نمیریم، از اتوبان برو. چشم آقا. خسته نباشی. ممنون. دو سه بار اومدم نبودی. کارخونه بودم، رفتم نمونه پارچه ها رو ببینم. آها فهمیدم. چی شد بانو، چی بهت گفت؟ حرف زدین؟ آخه همش اطرافته. مشکلی نیست. خب چی گفت؟ به کجا رسیدین؟ هیچی. گفتم ونوس میخواد یه شهری بپا کنه، به خاطر اینکه رابطه من و براک رو فهمیده، میخواد یه کاری بکنه که من اذیت شم. یه بار که خونه براک بودم ونوس اومد، چون من اونجا باهاش دیده بود حسودی شد و مشکل درست کردی. بانو هم این قضیه رو میدونه. خب گفتم دختره شاید میخواد منو دک کنه، چون ازم خوشش نمیاد از حسودی این حرفا رو زده. چه میدونم، دروغ گفتم دیگه. آها خب پس مشکلی نیست، مزاحمت نمیشم دیگه. نمیخوای بپرسی با براک رابطه دارم یا نه؟ چیو بپرسم؟ زندگی خصوصی خودته. منظورت اینه وسط اصلا مهم نیست دیگه؟ نه منظورم این نیست، چون فکر نمیکنم رابطه ای داشته باشین، چون میشناسمت. ولی اشتباه میکنی، دارم. خب مبارکت باشه. خیلی ممنون. امشب برنامه چیه؟ باز میخوای تا دیر وقت کار کنی؟ نه میرم، کار دارم، باید برم بیمارستان. بله خدافظ. خدافظ. اون پروژه بهترین سرمایه گذاری بود، حماقت بود اگر از دستش میدادیم. اوایل سود خیلی خوبی داشت، اما بعد همه چیز عوض شد. هیچ وقت فکر نمی کردم این اتفاق بیفته، هیچ وقت. باختی؟ باختیم. چقدر از دست دادی؟ ببخشید، از دست دادیم. تقریبا 100 میلیون. چی داری میگی مامان؟ چطور تونستی همچین اشتباهی بکنی؟ بعدم حسابا رو جا به جا کردیم، چون که هیچ کدوم از شرکا نبوده 100 میلیون دلار رو حس نکردن. حلش میکنم. کی؟ چند وقتی که بازرس میاد، از کجا اون همه پول بیاری؟ یه شرکت خارجی تمام سهامو زیر قیمت بورس ازمون میخره، قبل از اینکه سرکله بازرس پیداشه حل میشه. آره بعدش هم به بالاترین قیمت خودشون میفروشنش. وای مامان باورم نمیشه. مامان این جرمه. فعلا باید از این باطلاق بزرگ بیایم بیرون، این مهمه. برای همین به باریش گفتم برگرده. تو این موضوع نمیتونستم به کس دیگه اعتماد کنم. تو من؟ باید محتاطانه عمل میکردم. لطفاً منو درک کن. خدای من، به هیچ کس نمیتونم اعتماد کنم.
هیچ چیز زندگی مال خودم نیست، نه همسرم، نه برادرم، نه بچه تو شکمم. من هیچ کسو ندارم، کسی رو ندارم که بهش اعتماد کنم. بانو آروم باش. من به کی اعتماد کنم مامان؟ فقط تو پشتم بودی، تو هم این کارو با من کردی، به هم دروغ گفتی. بانو اینطوری صحبت نکن، همه چیزو درست میکنم. شرکتامونو داریم از دست میدیم، هممون میفتیم گوشه زندان. نه این اتفاق نمیفته، اجازه نمیدم این اتفاق بیفته، اجازه نمیدم. میشه لپتاپ از اتاق کارم بیاریم؟ باشه بابا، چشم. اگه فروشی بوده مطمئنن به قسمت شرکت من مربوط نیست. بله، شما خیالتون راحت باشه. آره، قبل از بازرسی قرار انجام بدم. خدافظ. کوزی، من مطمئنم همه چیز تو لپتاپ باریشه. تو خونم یه لحظه ول نمیکنه لپتاپشو. من یه جوری باید چکش کنم. مگه بهت نگفتم تو این کار دخالت نکن؟ من میخوام کمکت کنم. خب چرا نمیذاری؟ چون که نمیخوام بیفتی تو دردسر. من چکش میکنم. جمره لجبازی نکن. لجبازی نکن دیگه. میگم نه یعنی نه دیگه. تو این شرکت یه کاسه زیر نیم کاسه است. یه کار غیر قانونی دارن میکنن، باید مجازات بشن. شاید یه راه نجاتی برای ما باشه. نجات من ربطی به آدمای این شرکت نداره. باید مجازات بشن. ولی اگه منظورت ما دوتاییم، من مشکلم چیز دیگه ایه. خودت هم میدونی. باشه، بدن حرف میزنیم. خیلی کنجکاوم که بتونم وقتی براک بیفته زندان میخوای دستیار کی بشی؟ واقعا میگم. شاید دستیار پلیس بشم. اصلا شاید تو دادگاه قضایی شهادت بدم. معلوم نیست. میگنی چی؟ منظور چی؟ ببین، من اگه پی قضیه ای رو بگیرم تا تهش میرم. حالا منظورمو فهمیدی؟ چون الان سرنخو گرفتم. چی داری میگی تو؟ دستیار ابروی، دستیار یه کلاهبردار. منظورت از این حرفا چیه؟ بانو، 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 کجا بودین؟ تو تراس بودیم. چه خبره؟ چی شده؟ یکم حالت هوا داشت، هوا خوردیم. بانو،
عزیزم خوبی؟ بانو؟ عزیزم؟ عزیزم؟ کاش مطمئن می شدم دوستم داری. این حرفا یعنی چی؟ کاش واقعا دوستم داشتی. عزیزم من که دوستت دارم. بانو جون من خیلی دوستت دارم. بغلم کن. آروم باش عزیزم. چیه؟ چیزی شده؟ ازم چیزی نپرس کنه. بغلم کن. فقط باش. بغلم کن لطفا. باش عزیزم باش. آقای باریش سلام. طبق گفته‌هاتون پیش نرفتین یه مدت. اتفاقی افتاده؟ منم اومدم ببینم که چه اتفاقی افتاده. چجوری بگم؟ استیف میخواد یه کم دیگه فکر کنه. همین. این قرارداد باید تا آخر هفته امضا بشه. میدونم به اون پول تو این هفته احتیاج دارین، ولی من واسطم آقای باریش استیوه که باید اونو امضا بزنی. و ابروز سینانر. بله منم میخوام زودتر از این استرس بیام بیرون. امروز فقط به خاطر این کار میرم لندن. لطفاً خون سرد باشین، منتظر خبرم بمونین. ولی اینجوری داریم زمان از دست میدیم. تمام تلاشمو برای انجام شدنش میکنم. بهم اعتماد کنی.